ریکاردمه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امید که همگی خوب باشین و صحتمند. ما درس خدا شروع میکنیم بخیر و امشب یک مرور عمومی و تمام درس ها میکنیم از آیکن هایی که خواندیم تا به ختم و هم یک مروری شوه و هم ریکارد داشته باشیم، چون دیشب یک مقدار از انرژی اصلی ما روزانه صرف دانلود کردن ریکاردر فری تیر میشه. دانلود میکنم یک ریکاردر، یک شب کار میته، شب دوم باز تریال سریال کی چیزا میخواه و من برمو مشکل پیش میاد. دیشب هم خود ریکاردر که نصب کرده بودیم ما ریکارد نکرده، نمیفهم برای 20 ثانیه اول ریکارد کرده بعد از اونه. میشه ما درسای خود یک مرور میکنیم از ابتدا تا انتها، ببینیم با چه چیزایی سر میخوریم و اگر کسی مشکل داشت میتونه در جریان صنف پرسان میکنه. اول تر از همه ما یک اپلیکیشن به نام ACDP رو معرفی کرده بودیم در درس های دوم و سوم بود که گفتیم یک اپلیکیشن است که انالایزر است، کارش این است که خود تمام دیوایس هایی که از طریق نتورک به سیستم ما وصل باشه بر ما انالایز کرده نشان میده که مدل نمبر، وضعیت، آی پی آدرس و پورت نمبرش بر ما نمایش میده، حتی فرمور ورژنش. و گفتم می خودش میتونه یک باگ امنیتی باشه بر جاهایی که نخواهیم اطلاعات ما فاش شوه و اطلاعات ما رو کسی بفهمه، ولی این انالایزر از کمپانی هایکویژن است و به هر جایی که به نتورک بتن وصل شوین بر شما انالایز میکنه که چه تعداد از دیوایس های کمپانی هایکویژن نصب شده و با کدام مشخصات است. ما برای در صورت که ما از دیوایس های هایکویژن استفاده نکنیم ما اپلیکیشن های دیگه هم داریم و فردا یک تذکر یادآوری بکنین که ما یک دو تا لینک برتون ران بکنم. پورت اسکنر است، یک تعداد اسکنر های است که وقتی شما پورت اسکنر رو فعال بکنین بر ما پینگ میگیره از انیمی رنج نتورک، مثلا معرفی میکنه که 192.168 نتورک آی دی 10 باشه، از 0 آی پی میتونه استاد امروز بخشش باشه تصویر نداریم ما. آفرین، به مسئله خوب اشاره کردی. مشال شما که کازمی صدایتون چرا نمیکشین در این مسئله؟ بکی استاد ما ملزنم به غق رزی تصویر بنا رازی. خب مشکل حل شد. ما گفتیم که ACDP یک اپلیکیشن انالایزر است که برای ما انالایز میکنه دیتا را و دیگه اپلیکیشن ها رو فردا اگر دوری بکنیم در گروپ که یک چند اپلیکیشن معتبر برتون معرفی بکنم که اگر از کمپانی غیر اکویژن استفاده میکنین ما انالایزر هایی داریم که اسکن میکنه پورت نتورک ما رو اسکن میکنه، از همون نتورک آیدی که معرفی میکنیم از 1 تا 254 بر ما پینگ میگیره، هر کدامش که وصل بود با تیک مارت نشان میده. میگم مثلا میگم که 10 best پورت اسکنر. ما اینی لیستی از برترین اسکنر هست، این مپ است و ادوانس اسکنر است و انگیر آی پی اسکنر و فری اسکنر، نت کات، لنس ویپر آی پی اسکنر و و لیست ادامش. ما از ادوانس آی پی اسکنر استفاده کردیم، یک چیز بسیار عالی است و ما میتونیم یک نتورک بهش معرفی بکنیم که این نتورک آیدی مثلا میگیم 192.168.0.0 با این نتورک آیدی چک کو که با پورت لن ما با کدام نتورک ما دسترسی داریم، تمام آی پی که نتورک موصل باشه برای ما نشان میده که ما میتونیم ببینیم کدام آی پی آدرس استفاده شده و آی پی آدرس از کی هست و آیا کامره است و یا کدام پی سی. یکی از چیزی که ما استفاده کردیم ادوانس آی پی اسکنر است، بسیار چیز خوبش است. متو اکویژن خودش یک انالایزر داره، یک انالایزر برای که بر تو انالایز میکنه که چه تعداد دیوایس های اکویژن در نتورک تو وصل هست. دیگه کارا رو میتونیم، مثلا ما تغییرات رو میتونیم وقتی یک دیوایس سلکت میکنیم در این بخش فعال میشه یک چیز، مثلا ما میتونیم آی پی آدرس دیوایس رو تغییر بدیم، پورت نمبر سرورش رو تغییر بدیم، سابنت ماسک رو تغییر بدیم، گیتویش رو تغییر بدیم، آی پی ورژن 6 رو تغییر بدیم و یا HTTP پورت رو تغییر بدیم. شبه قبل هم گفتم HTTP پورت اما پورت است که ما از طریق براوزر باز میکنیم، 8000 که از پورت سرور پورتش سرور پورت نمبرش، از HTTP پورت پورت است که ما از طریق از میتونیم از براوزر با می کامره دسترسی پیدا بکنیم و اگر ما رو تغییر بدیم مطابق قوام میتونیم این کار انجام میدیم. و دیگه فانکشنالیتی که خود ACDP داره، ما میتونیم یک ACDP یک در صورت که ما یک دیوایس خود پاسوردش فراموش کرده باشیم از طریق ACDP ریسیتش بکنیم، مثلا دیوایس سلکت میکنیم بعد از سلکت کردن دیوایس ما اینو پوینت کنم میگم the forgot password، forgot password که رفتیم
اینجا ما چند گزینه داشتیم. یک گزینه ای که امپورت و اکسپورت و کی است که ما برش مانده یا سیکیورتی کوشن که ما برش جواب داده بودیم کدام سیکیورتی کوشن ها که بود میتونیم از طریق ریسیت بکنیم. گزینه اولی گزینه است که ما یک فایل اکسپورت میگیریم و بعد از این فایل ایمیل میکنیم به تیم سپورت. به تیم سپورت ایمیل میکنیم و تیم سپورت بر ما رو جواب میده و دوباره دو فایل ما ریسیت میشه. مثلا چه رقم ما امی دیوایس خود را پسورد چه فراموش کردیم باش ریکاردر کار میکنه. وقتی دیشب منتج شدیم که ریکاردر کار نمیکنه. ما دیوایس خود سلکت میکنیم مثلا این دیوایس فرض میکنیم آی پی پسورد چه یادم رفته و سیکیورتی کوشن هم برش نماندیم ریز ظرف دیمیل هم نماندیم از راه چهارمی فورگات پسورد و بعد از او اکسپورت میگیم. اکسپورت گفتیم یک جای برش انتخاب میکنیم بعد از میگیم که سلکت میرین بر ما مسیج میاد میگه اکسپورتد فایل اکسپورت شد. در اون جایی که ما انتخاب کردیم فایل ما اکسپورت شده. حالا چی میکنیم؟ حالا جیمیل خود باز میکنیم اکانت جیمیل. بعد از اینکه اکانت جیمیل ما باز شد ما یک جیمیل جدید ایجاد میکنیم. یک جیمیل با کدام آدرس؟ با آدرس تیم سپورت. مثلا یک دقیقه وقت میتیم به سیستم که بازش میکنه. خب تیم چی؟ در سپورت مثلا میگم support.pk چی است؟ خود عنوانش میگم reset password است پسورد. اگه متن نشته بکنیم مثلا اگه متن خوب مثلا میگیم که hi sir hope you are doing well please find the and replay the attached file for the reset password. یک متن منظم تری نشته میکنه و از خود معرفی میکنه که مثلا کی هستیم و مثلا میگیم که یک تشکری با متن نشته کردن یک ایمیل درست خودتان احتمالا توانایی لازمه دارن. ما شخصا خودم کارهای دیپلماتیک زیاد نکردیم به نه نقدر زیاد با این مسائل وارد نیستم یک و یک معرفی در پایین که مثلا شما کی هستین و چه کاره و از کجا مثلا این درخواست ارسال میکنین. چون تایید کردن این درخواست ها اوتورایزیشن کار داره. اوتورایزیشنی که ما از نمایندگی داشته باشیم در غیر صورت بر ما جاب نمیده که به درد ما بخوره. مثلا این فایل بر ما 12 ساعت 24 ساعت چی داره اعتبار داره و از اکسپایر میشه. خب بعد از متن ما که نشته کردیم فایل اتچ میکنیم. کدام فایل؟ هم فایلی که ما بکاپ گرفتیم در صفحه دسکتاپ بود که ما اتچ کردیم. بعد از اینه سند میکنیم. بعد از سند شدن ایمیل به ایمیل آدرس که ما برش سند کردیم تیم سپورت و اونا بعد از تایید کردن ای که اوتورایزیشن ما داریم یا نداریم بر ما دوباره به ایمیل جواب میده. مثلا ما میرم در ایمپورت در ایمیل های ایمپورت اینباکسیم حال منست. مثلا تیم سپورت بر ما جواب داده یکیش اینی جواب بده کنه بر ما رای کرده و این فایل گفته که ما وقتی یک مشکلات رو ایمیل داشتیم ایمیل داشتیم. یک فایل باید راون میکنه و او فایل مثل همی فایل است. بعد از اینکه فایل برتن جابش آمد دوباره چی میکنین؟ پس میین در HTTP این بار HTTP باز میگن forgot password. این بار میگم import key import file. ببینین برای ما دو رقم جواب میده. یکی جواب میده که یک کی رو برای ما نشان میده به رنگ زرد. یک رنگ هم برش میکشه هایلایتش میکنه که مثلا شما این زیر رنگ استفاده بکنید. مثلا این پسورد ریسیتینگ میرین یک کد بر ما ران میکنه با می هایلایت کردگی میته میگه ایره به عنوان کد استفاده کنید. در صورت که رقمی بود ما اینجا ایمپورت کی میگم هر کدی که بود مثلا ADF 123 DN رقم حالت بود ایمپورت کی. و بعض وقتا اینجا نشته میگنه که دیر کاستمر پلیز دانلود دی اتچد فایل. یک فایلی که ما آپلود کردیم برای نو یک همچون فایل برای ما میته که ما دوباره دانلودش بکنیم. بعد دانلود کردن فایل ما این دفعه ایمپورت میگیم. اگر فایل برای ما داد ایمپورت فایل و اگر کی داد ایمپورت کی. امپورت فایل میگیم باز گزینه فولدر جای فایل خودی که مثلا دانلود کردیم هر جایی که بود انتخابش میکنیم این جای دانلود. مثلا بعد از یک پسورد جدید تایپ میکنیم چون پسورد سابقه رو ما یادم رفته پسورد جدید برش تایپ میکنیم و تاییدش میکنیم که این پسورد ما الان تایید. حالا ما رو کانفرم میگیم و بعد از کانفرم کردن دسته که پسورد ما الان میگه پسورد مچ نمیکنه. خب الان میگیم کانفرم. وقتی کانفرم میگم میگه فیل تو ریسیت پسورد دیوایس دینایید. و
خاطر که این فایل ما صحیح نیست و این در صورت که فایل ما دریافت میکنیم بهتر میره فایل خود را پست بکنیم و دوباره یوزرنیم پسورد جدیدی که تعریف میکنیم کانفرم و پسورد ما ریسیت میشه به همین سادگی. منتها فایلی که برای ما راون میکنه این فایل ها عموما حجمش کمتر است و در این حال اکسپایر تایم داره، اکسپایر تایمش بسیار کم است، مثلا در مدت زمان کمتر میتونه یعنی فکر کنم 12 تا 24 ساعت بیشتر این فایل نگاه نمیشه. بعد از او یک متن شبیه باز کنیم بخوانیم که بر ما چی گفته اکسپایر شده. مثلا بر ما ایمیلی که ما برشان ران کردیم بر ما جاب ایمیل ما چی گفته، یک کد رای کرده و در صورت که کد رای میکرد ما چی میکنیم، مستقیم میریم به SDP و این بار میگم import key forgot password چون برای ما کد رای کرده import key. و اگر فایل ران کرده بود باز ما چی میکنیم، import file میکنیم، یعنی فایل اجازه میتونیم در مشخصاتش برای ما دیتلز هم شرح داده که چگونه این کار انجام میشه. گزینه اول گفته import key انتخاب بکن و یکی که ما ران کردیم هایلایتش کرده، میبینه هایلایت کرده گیست این قسمته ایرا هایلایت کرده برای ما، میگه ایرا import بکن و بعد از یک پسورد جدید بر انتخاب کن، پسورد هم کانفرم کن، بعد از کانفرمش کن پسورد تغییر میکنه. خب ما یک بخش دومش مثلا یک جای دیگه فایل ران میکنه. یک بار وقتی فایل ران میکنه میبینید یک فایل است برام ران کرده، این فایلش از 579 بایت است. ما این فایل رو میگم چی میگم، میگم دانلود. بعد از اینکه فایل ما دانلود به دانلود رفت اینجا دانلود شد، این بار به خاطر ریسیت کردن من میگم امپورت فایل و فایل خود رو باز میکنم، آدرس تا دانلود بود این ریموت ناو دانلود کردیم معرفی میکنیم. باز یک پسورد جدید و تایید پسورد جدید و کانفرم پسورد میشه ریسیت به همین سادگی. منتهای فایل که است باشه اینجا ببینیم در دیتیلز برای ما گفته یا نگفته که چقدر وقت زمان داره. ششمه سپورت دو جنم که دیویس باز فرد بود نوت اپشن کامرا نوت The code will be expired in 48 hours. ببینید برای ما اینجا گفته ما وقتی ایمیل میکنیم این فایل برای ما جواب میده، یا امی فایل وقتی ما اکسپورت میکنیم فایلی که ما میل از این کامرا به خاطر پسورد ریسیت کردنش گفتیم پسورد کامرا فراموش کردیم، فایل ما اکسپورت کردیم به صفحه دسکتاپ، یعنی می فایل 48 ساعت اعتبار داره. وقتی تو به اونا راون میکنیم اونا دریافت میکنه فایل بر جواب نمیده تا مدت زمان چی، مدت زمان تکمیل شوه، یعنی 48 ساعت بعد بر جواب میده که نه خودت خفه شوی نه کدوم مشکل حل شوه. این به خاطر است که یک امکان داره یک جای یک شخص یک دیوایس یک کمپانی هیکویژن مثلا از یک جای از یک ارگان دوزی کرده باشه یا از یک جای دیگه مثلا به زور گرفته باشه و نتونه پسوردش ریسیت بکنه، اتورایزیشن داشته باشه جواب زود میده، نداشته باشه جواب نمیده. یا بستگی داره بعضی از اونها مثلا از دوستا همکارای ما هست از طریق این فهم کدوم لینک از افریقا پیدا کرده اونو بعدش که همکاری میکنه ریسیت میکنه. و این بود یکی از روش های ریسیت کردن پسورد یک دیوایس هایکویژن از طریق ایمیل کردن به تیم سپورت. خب کس سوال داره؟ محترم استاد علی دغه خلق سره موږ لینک کړه دغه پاسورد ریسیټ نکړو ډیر غټ هغه د مشکل ده، ډیر غټ مشکل ده راته استاد پاسورد موږ ریسیټ نه شو کړای نو د دې فکر وکړه چې اس یو جای لار سو هیڅ کار نه کولای تر څو پر پاسورد ریسیټ نکړو. دا ډیر مهم موضوع دی لپاره نو که خپل دې کوم کری ته دې موږ هغه مشکل شریک تر څو موږ هم د اپلیکیشن استفاده وکړو دا خپل مشکل ده. بله در رابطه با ریسیت کردن پسورد اوتورایزیشن اصلا بخوای نخوای ضرورت داره، این نمیتونه نادیده گرفته شوی مثلا. و اگر شما بخواین پسوردتون ریسیت شوه اوتورایزیشن خریداری اگر نداشته باشین، شما مثلا اوتورایزیشن از طرف کمپانی ندارین، یک از راههای آسان ترش است که شما از ایمیل رسمی استفاده بکنید. مثلا شما کارمند وزارت داخله هستین، وزارت داخله یک دومین و ایمیل آدرس رسمی داره، از ایمیل های رسمی ما درخواست بکنیم مثلا وقتی درخواست میکنیم مشکل نیست. وقتی که مثلا تیم سپورت میبینه که یک ایمیل رسمی است و یک ارگان یک دیوایس از جای دیگه دوزی کرده نمیاره و یا یک کسی که مثلا یک دیوایس دوزی کرده یا مثلا از کدام جای گرفته و اون نفر از آدرس رسمی یک اداره اقدام نمیکنه، و اگر از آدرس رسمی اداره اقدام میکنین بیشتر وقتا جواب ایمیل تون میده. و اگر در غیر صورت باز راه حل دیگه ندارم مگر که شما اوتورایزیشن خود کمپانی رو پیدا بکنید، مثلا نمایندگی کمپانی هیکویژن اول دیوایس هایتون ریسیت میکنن، پسورد چرا ریسیت نمیشه، دفتر ما ران میکنن، بعد از یک مقدار چارج مثلا فکر کنم نرخی که عموما میگیرن $10 از هر پی سی یا از هر کامرا میگیره و در صورت که دیسکا باشه $30 میگیره، باز او دیوایس ها میای پیش ما و از این روش ما ریسیتش میکنیم. استاد هارد ویر شکل باندې نسه ریسیټ کولای
در رابطه با ریست کردن هاردویر یک دیوایس ما سریس های مختلف داریم. مثلا سریس های جدید مدل های اپدیت، مدل هایی که جدید است، نو اوزار آماده است، سیمایش اپدیت است از سال 2020 به اون طرف، اینا ریست بتن یا هاردویر ریست پورت کدام سویچ نداره. یک مدل مشخص کامرا مثلا کامرا موتورایز است، یک تعداد کامرا پیتیزایت، اینا یک تعدادشان پورت داره و می تونیم مستقیما هاردویر ریستش بکنیم، ولی کامرا عموما اکثریتش تاونر نداره، این سویچ نداره که ما ریست بتانیم. و کدام جایی که کمپین هایکویژن سر خوردین که ریست بتن داشت، ریست بتنش تاروز که شما اول ریست بتن پرس بگیرین، خود ریست بتن پرس گرفته میگیرین و بعد از او برق کامرا رو وصل میکنین. اگر شما مثل راوترهای تیپی لینک یا دی لینک نیست که وقت کامرا روشن بود شما ریست بتن بگیرین ریست میشه، و رقمی ریست نمیشه. اول شما ریست بتن فشار داده میگیرین و بعد از او برق سرش راون میکنین و کامرا ریست میشه. او رو 15 تا 20 ثانیه وقت میگیره که ریست بتن باید امور رقم پرس نگاه کنین. و اکثر سیستم های جدید ریسیت بتن نداره. در دی وی آر تا جایی که من 2 سال میشه در کمپانی هیکویژن کار میکنم و در این 2 سال من دی وی آر ندیدیم که ریسیت بتن داشته باشه. یعنی ورژن های جدید مکمل ریسیت بتن نداره. کامرا یک مدل مشخص گفتم موتورایز است، یعنی کامرایی که قابلیت زوم داره و کامرای پیتی زاید است. یک تعداد از پیتی زاید ریسیت بتن روی برد خود داره و اکثر کامرای دیگه این تاونر نداره که ما مستقیم خود ما میتونیم از بردش ریسیت بکنیم. خب در رابطه با SADP و یک ما یک نو ریسیت کامرا وقت دیوایس خود ریسیت میکنیم کسی مشکل داره؟ خب پیش میریم. ما گفتیم که براوزر یا اکسپلورر اینترنت که است نظر به توانایی های مختلف است. مثلا ما کامرای خود را اکسس میکنیم، بعض وقتا با مشکلات سر میخوریم. مثلا از جمله مثلا مشکلات یکی از مشکلات های اینی است که مثلا ما میل در حال حاضر با یک کامرا بر ما اکسس نمیده چون براوزر ما توانایی سپورت باز کردن کامرا را نداره. راه دومش چی است؟ ما از طریق یک براوزر دیگه ای کار بکنیم، مثلا اینترنت براوزر. اگر در اینترنت براوزر بازم نتونستیم، باز یک این دفعه از طریق چی؟ آی وی ام اس اکسس میکنیم. ما از اینترنت براوزر مشکل نداریم و این بر ما باز میشه. اینترنت براوزر یک براوزر نسبتاً قوی تر و سابقه دارتر است و لایت نیست و سیستم های سابق و سنگین سپورت میتونه. باز یوزر نیم پسورد خود کامرا بخاطر لاگین شدنش. باید گذاریم اینجا برای فورگات پسورد داریم. ببینیم وقتی فورگات پسورد میزنیم دقیقا به مو مرحله ای از SDP که ما استفاده میکردیم ما رو میبره، که مثلا ما از وریفیکیشن پس چی استفاده میکردیم، وریفیکیشن کوشن آل بر ما نیست بخاطر که ما اونا رو هیچ کدومش تطبیق نکردیم. میتونیم از این طریق هم این کار رو انجام بدیم. ادمین با دیوایس لاگین میشیم. این انترفیس یک دیوایس است و از یک کامرا ما تصویر داریم. در قسمت لایو ویو ما یکی میتونیم لایو ویو خود استاپ بکنیم، از صفحه خود سکرین بگیریم، سکرین شات بگیریم، یک عکس بگیریم و یا یک ویدیو بگیریم. ما میتونیم مشخصا یک مقدار مشخص تا بدونی که در ان وی آر هم رکورد میکنه، یک وقت ضرورت میشه خود ما مشخص یک صفحه مشخص هم میتونیم رکورد بگیریم. ویدیو استاپش میکنیم، رکورد ما کلیپ شده در کجا؟ در این آدرس. هلو. خب ما فایل ما در کجا میره؟ در مای داکومنت در ویدیو ذخیره میشه فکر کنم. ویدیو RC ریکارد سینی خودش. خب کانفیگوریشن در قسمت کانفیگوریشن ما استپ دی استپ از سیستم درس خوندیم تا استوریج، که در استوریج هم اکثر درسایش مانده و اینا رو ما بعدا میخونیم. فعلا نمیشه یک مرور عمومی از بالا به پایین در جایی که درس خوندیم یک مرور میکنیم. صفحه اول تا هر جایی که رسیدیم، صفحه اول مشخصات دیوایس است. مثلا اولین گزینش که قابل تغییر است نام دیوایس است. مثلا ما میگیم که تست دیوایس است و نمبرش مثلا ما میگیم که نمبر 12 دیوایس است که ما در شبکه خود از کمپانی هیکویژن داریم. مدل نمبر دیوایس است که ما از طریق قضیه میتونیم مشخصاتش مثلا کپی بکنیم، مشخصاتش با امکانات دقیق‌تر با کل مشخصات واضحا ببینیم که مثلا ای با چی فانکشنالیتی داره،
و چی توانایی دارم. مدلش رو پست میکنیم. خب اشتباه گرفتیم مدل. میریم میره دوباره کپی میکنیم. کنترل سی و کنترل وی. اوف. خب ادامهش، ما گفتیم که از طریق براوزر به کامرا لاگین میشیم و از استپ ده استپ کنفیگوریشنش. اولین مرحله گفتیم که نام و کامرا مون استاد عزیز تصویر نداره متاسفانه. خیر تصویر مال چون میکنی خب حال تصویر دارید. بخش اول نام کامرا و مدل و نمبرش بود. بخش دومی مدل نمبر کامرا. در سومی اگر مدل مدل کامرا ما بگیر کپی بگیریم و بعد از بخوایم جزئیاتش ببینیم که کامرا چی فانکشنالیتی و چی توانایی داره در گوگل سرچ میکنیم بر ما تمام مشخصاتش میده که کامرا از کدام کمپانی است و چی امکانات داره. وقتی رو باز بکنیم مدل نمبرش جزئیاتش ما میتونیم ببینیم. گفته 2 مگاپیکسل کامرا داخلی است، یعنی هم فیزیکال قیافش است. آی پی 64 67 است، نمیفهم لنزش چقدر است، رزولوشنش چند در چند است و تمام مشخصاتی که ضرورت داشته باشه ما میتونیم از جا ببینیم. بخش دیگهش سیریال نمبر است. سیریال نمبر خود دیوایس ما روز قبلی هم یک بار گفته بودیم که سیریال نمبر اومد در سیستم های دیوایس های هایکویژن از طرف آخر، یعنی از آخرین عددی که قبل از او اولین حرف شامل میشه و این سیریال نمبر دیوایس است. در DVR ها فرق میکنه، بعد از آخرین حرف با آخرین عدد باز یک مقدار حرف داریم. این سر نمبرش است. فرمویر ورژن است. فرمویر ورژن ما شب قبلی یک دفعه کوشش کردیم که اپگریدش بکنیم، منتها سپورت لن اجازه که سیستم ضعیفی کرد و اپگرید نشد. این فرمویر ورژن است که میتونه ارتقا پیدا کنه مثل سیستم عامل اندروید و ویندوز وره ورژن بالاتر و بعض مشخصات دیگه که یک دیوایس میتونه داشته باشه. در تایم سیتینگ ما یک سری تنظیمات های تایم داریم که تایم زون انتخاب میکنیم. بعد از اون مثلا اینکه تایم خود ما چه رقمی بگیریم. تایم ما از دو طریق، یک نت داریم که نتورک تایم پروتکل است که ما سری قضی وقتی رو سلیکت میکنیم به اینترنت بد وصل باشیم و اینتروال ما عموما از یک سرور مشخص همیشه تایم خود از روی ازو میگیره. یکی تایم ما مانوال تایم سینکرونایزیشن داریم، خود ما میتونیم برش تایم تعریف کنیم. یکی مثلا سینکرونایز با پی سی بکنیم، یعنی وقتی ببینید ساعت فرق داره. وقتی ما ریسیو میگم ساعت ما دیگه مطابق ساعت میشه که ما از چی میگیریم، از خود کامپیوتر میگیریم. اید با کامپیوتر ست میشه و ای بهتر است که تایمش منوال باشه. وقتی یک وقت امکان داره کامپیوتر شما مشکل پیدا کنه با اس بی 3 یا یک مشکل دیگه ای که باعث شود که نتونه کامپیوتر تایم خود اپدیت بکنه و تایم خود سینکرونایز بکنه، برن بر سیستم تون مشکل پیش میاد. تایمش منوال باشه بهتر است. دعوا تو اینا که لایسنس و مشخصات دیگه ای از خود دسکاست. مینتیننس، در مینتیننس ما چند چیز داشتیم. یکی ریبوت که دیسکار خاموش روشن میتونستیم، ریستور میتونستیم دیسکار به حالت اول که ما خریداری کردیم بیاریم و دیفالت به حالت این اکتیف و دیوایس پارامتر ما میتونستیم دیوایس خود یک بکاپ تهیه بکنیم و بعد از اون در صورت ضرورت امپورت کانفیگ فایل ما میتونستیم فایل خود دوباره اما بکاپ خود دوباره پیست بکنیم سر می دیوایس. مثلا بر فرض که ما از دیوایس خود بکاپ گرفتیم، کامره ما سوخت، بعد از مدت زمان که خواستیم کامره خود تبدیل بکنیم دوباره میتونیم کامره جدیدی که ما آوردیم لازم به کانفیگوریشن استپ ده استپ نیست. ما می فایل بکاپ گرفته سرزی پست میکنیم، وقتی بعد از اینکه ما پستش کردیم ما کانفیگوریشن رو میگیره که در کامره قبلی بوده. البته مدلش باید یک مدل باشه، اگر مدل کامره فرق داشته باشه باز تا این کار نمیشه. فریم ور ورژن ما گفتیم فریم ور میتونیم اپدیت بکنیم مثل که در این بخش اول مدیش کوشش کردیم مشکل بر ما پیش اومد. ما میتونیم اپگرید بکنیم و جزئیاتش بر ما گفته که خود فریم ور در جریان اپگریدش از 1 تا 10 دقیقه وقت میگیره و در جریان برق خسر دیوایس قطع نکنین و دیوایس بعد از انجام شدن این عملیات ریستارت میخوره، نیازی به ریستارت دادن خودتان نیست. در بخش سکیوریتی گفتیم یکی از بخش های مهم سکیوریتی فیلتراست. ما آی پی فیلترینگ چیزا را در بخش نتورک در بخش راوتینگ از نت چیزا میخوانیم یک بار عمومی، البته با جزئیات یا ریسرچ جزئیات کار نمیکنیم بخاطر که ضرورت آنچنانی نداره. اتنتیکیشن اینا که از فانکشنالیتی است که ما میتونیم
از با فعال ماندنش که دیفالت هم فعال هست، از دیس، از اتاکت هایی که مثلا سایبر اتاکت چیز هست سیف نگاه کنیم. در دنیا در مسئله سیکیوریتی یک چیز هست که هیچ وقت امنیت وجود نداره، چون همو کسی که مثلا با مو توانایی کد نوشته کرده و فیزیکال دیوایس طراحی کرده که امنیتش بالا باشه، یک همچنین صدد هم پیدا میشه که بتونه این کار برعکس انجام بده، یعنی تمام پالیسی و توانایی و کارکردهای یک نفر از طریق یک باگ و یک مشکلی که پیش میاد از طریق از بتونه دوباره همیا رو پیگیری کرده و مشکل ایجاد بکنه. پس امنیت 100% ما نداریم، هر دیوایسی که داریم، هر سیستمی که داریم با هر امنیت بالایی که داره امکان داره یک کسی بتونه هکش بکنه. در یوزر ما گفتیم ما یک یوزری که داریم، یوزر ما فعلا ادمین است، ما میتونیم مودیفای بکنیم، تغییرات سر یوزر تطبیق بکنیم، یوزر پسوردش تغییر بدیم و چه امکانات دیگه که میتونیم تغییر بش بدیم. یک یوزر جدید میتونیم اد بکنیم، یوزر جدید میتونیم برش یوزر نیم تعریف کنیم که نام یوزر نیم مثلا چی باشه، علی باشه، یوزر نیم یوزر عادی باشه یا اپراتور باشه. اپراتور کسی است که مسئولیت مینتیننس و نگهداری و لایو ویو دیدن کامرای امنیتی داره، یکمی از یوزر عادی کرده توانایش بیشتر است. مثلا ببین اپراتور رو که ما انتخاب میکنیم دیفالت یک سری آیکونای بیشتر برش انتخاب میشه، وقتی یوزر انتخاب میکنیم یک سری فانکشنالیتی ها کمتر میشه. خب ما یک یوزر بر یوزر یک پسورد برش تعریف میکنیم، بعضی که پسورد بر یوزر تعریف کردیم بخش اولی کانفرم پسورد، پسورد ادمین است. اینجا ما باید پسورد این رو شادگان متوجه نشده میشته بازم. در بخش اول گفته ادمین پسورد، یعنی شما میخواین یوزر ایجاد بکنین، آیا واقعا ادمین هستین یا اینکه سیستم باز بوده شما میخواین کارو بکنین. اگر ادمین هستین پسورد ادمین و بعد از اون پسوردی که میخواین برای امی یوزر جدید اد بکنین. خب ما پسوردی برش انتخاب میکنیم، این لیستی از توانایی هاست که میتونیم ما برای یک یوزر انتخاب بکنیم. این وقتی ما سلکت آل میگیم یک سری آیکن ها فعال نیست، به خاطر از این نیست که یک یوزر عادی اجازه از این چیزا را نداره. ما اگر این اپراتور انتخاب بکنیم آل یک سری فانکشنالیتی به اختیار خود ماست، ما میتونیم این کارا را انجام بدیم. چه کارا میتونه فول کنترل داشته باشه یا فول کنترل نداشته باشه و چند کار مشخص، مثلا کنترل پیت زاید میتونه آد ویدیو بتونه و یکان مثلا ریموتلی نوتیفای سرویلانس کار را بتونه چک بکنه و لایو ویو کدام کامرا را بتونه ببینه و این امکانات دیگه که ما میتونیم سرزی پالیسی وضع بکنیم. در وقتی که شما از گرافیک کار را میکنین این پالیسی ها را عموماً با مشخصات تمام ندارین، در وقتی که از طریق ماوس و با تلویزیون شما یک دیوایس کنفیگر میکنین پالیسی هاش به رقمی کلش نیست که مثلا ما مشخصا میتونیم یک کار سرش اجازه بدیم و یک کار اجازه ندیم. ایره فقط در پورت لن وقتی ما لاگین شویم امکانات داره. باز اکثر امکانات دیگه است، مثلا ما پترن لاک میتونیم برای یوزر بانیم که از پترن استفاده کنه و او وقت ما او امکانات از چی نداریم؟ از پورت لن که کار میکنیم نداریم. خب در بخش نتورک، در بخش نتورک ما عموما فقط در یه تنها مسئله که بیشتر سر کار داریم آی پی آدرس ماست، که آی پی آدرس ما مشخص بر دیوایس خود میتونیم استفاده بکنیم کدام آی پی آدرس و آی پی آدرس ما چند باشه و تست هم بخاطر ازی گرفته میتونیم که اگر در نتورک ما یک آی پی آدرس تکرار می آی پی آدرس مثلا داشته باشیم بر ما گفته دی آی پی آدرس از نات یوزد، میگه آی پی آدرس استفاده نشده. ما مثلا اگر 1.55 میگیریم حال میگیم تستش کو، ای به ما که ما نتورک مثلا کسی دیگه کار کرده باشه و ما جدید یک چند تا کامرا بخوایم استفاده بکنیم اضافه بکنیم آی پی آدرس وقتی بر ست میکنیم ما نمیفهمیم و طرف ممکن نیست که سواد لازم در زمینه تکنیکی داشته باشه. ما یک آی پی رو خودمون انتخاب میکنیم، تست میکنیم ببینیم ما آی پی آدرس وجود داره یا نه. اگر داشت مثلا آی پی چند میگیریم؟ 50 رو میگیریم، ببینیم که آی پی 50 صحیح است یا نه. تست چند ثانیه وقت میگیره تست گفته دی آی پی آدرس از نات یوزد، میگه آی پی آدرس استفاده نشده میتونی استفاده کنی. خب ما اگر 55 بگیریم چی میگه برام؟ میگه دی آی پی آدرس از یوزد، ای آی پی آدرس در حال استفاده است، یعنی ای آی پی آدرس در این نتورک استفاده میشه. ما اگر حال سرزی اپلای بکنیم به تنظیمات کانفلیکت آی پی ایجاد میشه. حال مثلا 58 میگه آی پی آدرس نات یوزد، میتونی استفادهش بکنی. مسئله سبنت ماسک، می یک آی پی آدرس از 4 بخش تقسیم شده که 3 بخشش نتورک است و یک بخشش هاست است. در سبنت ماسک بخش نتورک همیشه یک است، بخش هاست صفر است. پس ما بخش هاست یک مانده نمیتونیم و بخش نتورک صفر.
این بحث است که ما درباره ازی بیشتر جریان داره بحث میکنیم وقتی که در بخش نتورک کمی با جزئیات بیشتر وارد شدیم با سبنت ماسک معرفی میشیم. گیتوی چی است؟ گیتوی راه خروجی، راه رسیدن به اینترنت. ما یک آیپی آدرس راوتر خود برای سیستم به عنوان گیتوی میتیم که سیستم مطابق همی آیپی آدرس میتونه نتینگ انجام بده یا به وان دسترسی پیدا کنه به اینترنت که ما مثلا میتونیم آیپی آدرس های خود سیت بکنیم طوری که ما در موبایل خود استفاده بکنیم از سیستم ها و ایران آنلاین کردن شما میبینید یک ویدیو ما ویروس فکر کنم دستم تون اپلود هم کردیم یک ویدیو جور کرده بودم دفتر که چگونه ما یک دیوایس خود میتونیم آنلاین بکنیم و دی ان اس و بعض مشخصات دیگه. پورت نمبر هم که ما اینجا داریم میتونیم تغییرات بدیم. ببینید پورت نمبر 80، پورت نمبر 80 پورت نمبر است که ما دیوایس خود به خاطر که بتونیم سکیور تر این کارا بکنیم ما پورت نمبر زیر مثلا میگیم که 8060 باشه سیو میکنیم. حالا ما از دیوایس دیگه لاگ اوت شدیم، ای پورت دیگه کار نمیده ای آی پی آدرس. چرا؟ چون پورت نمبر ما تغییر کرده و پورت نمبر وقتی تغییر کنه تنها با آی پی آدرس شما سرچ نمیتونید. آی پی اندسکور رو میبینیم مثلا از ای سی دی پی چک میکنیم که چند است، آی پی آدرس 64 هست و آل آی پی آدرس 64 وقتی ما در براوزر نشته بکنیم ما نمیتونیم به دسکار لاگین شیم چون آی پی آدرس 64 یک پورت نمبر داره. ای دیوایس ما را سیکیورتر میسازه که هر کسی آی پی آدرس ما را میفهمید اکسس نتانه. حالا وقتی رو بخوایم اکسس بکنیم میگیم 1.264 باز بعد از اون دو نقطه سر سر آی پی آدرس ما 8060 پورت نمبر شه. پورت نمبر شه چند مانده؟ پورت نمبر زیر 8090 به چند بود؟ خب پورت نمبر زیر یاد ما رفت ایرا از اینجا دوباره ادیتش میکنیم. پورت نمبر 8060 بوده 80 بعد از اون تاییدش میکنیم که پورت نمبر رو به حالت اول بگیرد. حالا ما وقتی آی پی آدرس خود نشته میکنیم پورت نمبر 80 دیفالت است. 80 در اصل باید ما پورت نمبر نشته بکنیم ولی پورت نمبر دیفالت که است نیاز به نشته کردن نداره. ببین ما چی به این صورت تایپ بکنیم و چی بگیم که 192.168.64 دو تا نقطه 80. خب ما این سلاش باید بانه ما سلاش ادلیت میکردیم مشکل اجاد میکرد 80. More information go back to preview page. خب باید باز شود و پورت نمبر 80 هم باید خودش مستقیم میتونه برای ما اکسس بده. دفیران اکسس خب میریم در بخش نتورگام پورت نمبر ها. یک پورت نمبر دیگه از پورت نمبر سرور است HTTPS. پورت نمبرش است ما HTTPS ما فعال کرده بانیم از بخش سیکیوریتی فعال میشه فعال کرده بانیم وقتی ما به پورت در دیویس لاگین میشیم از این پورت نمبر استفاده میکنه و RTPS هم از پورت نمبر 54 553. اینا چیز هست که دیفالت هست و نیاز به تغییرات نداره و اونقدر زیاد مهم نیست که ما اینا تغییرات سرش بیاریم. در راه شدوان سیتنگ ما سبت کردن فایل ترانسفر پروتکل ها داریم. فایل ترانسفر پروتکل ها که از طریق پتی و من مایره این کار انجام میتیم از پورت سریال ما از پورت گرافیک از پورت لن و از پورت یا طریق خود گرافیک کار رو نمیتنیم. داره فنکشنالیتی داره ولی سپورت نمیکنه. شاید به کشورهای اروپایی شاید به کشورهای دیگه امکان باشه که سپورت بده ولی ما در افغانستان فعلا از این سیستم ما کوشش کردیم استفاده بکنیم استفاده نمیشه. ما از طریق اپلیکیشن پتی با پورت سریال لاگین میشیم. مثلا اپلیکیشن پاتی رو باز میکنیم یا تیرا ترم یا پاتی سپید چی خود مشخص میکنیم که چند بایت است و پورت نمبر خود کامپورت معرفی میکنیم و باز چی میشه ما دیوایس خود لاگین میشیم که اثر قضی ما اون کارا از جان بر ما اجازه رو میده مونتا و توانین فعلا نمیفهم بر دلیلی نمیشه. خب از در بخش ادوانس سیتینگ ما فقط تنها چیزی کار داریم اولی که نتورک خود ما اگر بخوایم کامرای ما آنلاین باشه در بخش بیسیک در تی سی پی آی پی ما آی پی خود دی سی پی میبینیم که آی پی ما راوتر بده و راوتر اجازه راوتر بده. بعد در ادوانس سیتینگ پلتفرم اکسس میم اینجا مسئله آنلاین بودن کامرا را اینیبل میکنیم. مثلا میگم که از های کانکت چی باشه اینیبل باشه. بعضی که اینیبل فعال کردیم میگه وریفیکیشن کد بر ما تایید کن. ما میگیم که مثلا یک تا نو وریفیکیشن کد باشه میگه کانفرمش کن و
وریفیکیشن کد همخوانی ندارن دامنا حالا همخوانی داره. وریفیکیشن کد ما و آی پی سرور این میبینیم یک سرور فری دومین است که برای ما خود کمپانی هیکویژن در نظر میگیره، ما نیاز به خریداریش نداریم و از او سیف میگیم و اگر دیوایس ما به اینترنت وصل بود و برش راوت داد این حالت آنلاین نشته میشه. بعضی که آنلاین نشته شد ما سر قیق اپلیکیشن که یک بحث جداست ما کار میکنیم به نام های کرکت، ما میتونیم با دیوایس خود سرخ سر نمبر و یا یک بار کدی که برمون جنریت میکنه لاگین شیم و دیوایس خود از رای دور کنترل بکنیم. خب در بخش ویدیو و آدو ادامه ایزی رو میبینیم برای فردا. فردا بخش آدو ویدیو و ایمیج و ایونت و ایونت یک مرور میکنیم و مدت زمانی که بروز در رابطه با سی دی پی بحث کردیم میمونیم برای استوریج، در رابطه با استوریج هم بحث میکنیم که استوریج هم خلاص شده که بعد از میتونیم طرف کار کردن با آی وی ام اس بریم و بحث خود بحث نتورک شروع بکنیم که در مسئله آی پی آدرس مشکلاتی که وجود داره حل شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.